بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه یکی از مثال‌های پرکاربرد جهت تدریس موشن استادی آموزش داده میشه. ابتدا چند قطعه ساده از موتور احتراق داخلی رسم و مونتاژ و با استفاده از موشن استادی متحرک سازی قطعات رو انجام میدیم. ابتدا من یک میدلنگ ساده رو ترسیم میکنم. هدف از ترسیم این خط این بود که من بتونم یک دایره ای به شعاع 10 ترسیم کنم و نهایتا به این دو قسمت 100 میلیمتر حجم دیگه رو انجام میدیم و در طرف دیگه هم همین کار رو در قسمت بالا انجام اول رو به اسم کرنکشفت یا میدلنگ ذخیره می کنم. در مرحله دوم سیلندر رو ترسیم می کنم. برای رسم سیلندر ابتدا یک دایره به شعاع 30 شل برای این کار استفاده میکنم. باز خامت 5 میلیمتر تو خالی کردن سیلندر رو انجام میدیم و فایل رو به اسم سیلندر ذخیره میکنم. مرحله بعدی رسم پیستون هست.
اپنا ترسیم میکنم. حجم‌دهی رو به این دو مستطیل انجام میدم. حجم دهی به اون رو انجام میدم. ترسیم شده رو به اسم پیستون ذخیره میکنم. مرحله بعدی مرحله ترسیم شاتون هست. یک صفحه جدید باز میکنم و شکلی به سایز نقشه مقابل ترسیم میکنم و حجم دهی به اون رو انجام میدم. بعد از ترسیم شکل از ابزار اکسترود با سپیس حجم دهی به اندازه 15 میلیمتر رو برای شاتون انجام میدیم و قطعمون رو ذخیره میکنیم. شاتون
اسامی رو سعی کنید به اسم خود قطعه ذخیره کنید. البته این مثال یک مثال ساده است، ولی اگر قطعات ما زیادتر باشن موقع مونتاژ ممکنه به مشکل بخوریم. بعد از رسم قطعات باید قطعات رو مونتاژ کنیم که یک فایل اسمبلی یا مونتاژ باز کنیم. با توجه به اینکه قطعاتی که ترسیم کردیم باز هستن، اینجا نمایش داده میشن. من ابتدا سیلندر رو وارد میکنم. مرحله بعدی از insert component پیستون رو وارد میکنیم. مرحله به مرحله که قطعات رو وارد محیط اسمبلی میکنیم، قیدهاش رو هم تعریف میکنیم. میت رو انتخاب میکنم، در سیلندر صفحه جانبی سیلندر رو انتخاب میکنم و در پیستون صفحه روبروی پیستون رو انتخاب میکنم و این دو رو منطبق بر هم یک قید تعریف میکنم. همونطور که مشاهده میکنید، من هر چقدر پیستون رو جابجا کنم، صفحه وسط پیستون و صفحه وسط سیلندر من منطبق هستن. در مرحله بعدی برای اینکه پیستون من داخل سیلندر قرار بگیره، صفحه بیرونی پیستون رو و صفحه داخلی سیلندر رو قید انطباق میدم. حالا با جابجایی پیستون داخل سیلندر بالا پایین میشه و امکان حرکت به جانب هم برای پیستون وجود نداره. در مرحله بعدی شاتون رو وارد میکنم. شاتون محور وسطش با محور وسط پایین پیستون منطبق باید باشه. برای این کار من سطح وسط شاتون و روی پیستون رو منطبق می کنم. همونطور که مشاهده می کنید، شاتون امکان جابجا شدن داره. برای اینکه حرکت آزاد شاتون رو در قید گذاری انجام شده محدود کنم، یک قید اندازه بین این صفحه
سخته. به اندازه 15 میلیمتر ایجاد میکنه. چون اندازه همون شاتون وسط شکل نیفتاد مجددا کنترل زد میزنم، یک فیل اندازه الان سمت ای ما به صفحه مونتاژ اضافه شده. در مرحله بعدی قطعه نهایی رو اضافه میکنیم. از اینسرت کامپوننت کرنکشافت یا میدلنگ رو هم اضافه میکنیم. این قسمت قطعم و این قسمت قید کانسنتریک یا هم مرکز بودن رو انتخاب میکنیم و تایید. و برای اینکه فاصله میلنگ من و شاتون من هم تنظیم بشه مجددا یک قید اندازه اندازه 50 تغییر میکنه. قید دیگه‌ای که ما باید ایجاد کنیم قید بین میلنگ یا کرنکشافت و سیلندر هست. برای این کار من نمایش صفحات رو فعال میکنم. یک قید بین محور وسط میلنگ و صفحه وسط سیلندر تعریف میکنم و تایید عملی. همونطور که میبینید صفحه وسط میلنگ ما همواره با صفحه وسط سیلندر منطبق هست. برای اینکه نحوه حرکت رو بهتر ببینیم از موشن استادی استفاده میکنیم. انتخاب میکنیم، روی صفحه میلنگ قرار میدیم، جهت چرخش رو میتونیم جابجا کنیم که نحوه تعریف موتور رو جلسه گذشته ما توضیح دادیم. و نهایتا تایید عملیات. اگر من گزینه پلی رو بزنم مکانیزم
طراحی شده شروع به حرکت میکنه، که میتونم از این قسمت هزینه لوپ رو انتخاب کنم. برای اینکه انیمیشن رو بهتر ببینم میتونم روی سیلندر راست کلیک کنم و این گزینه رو، گزینه چینج ترانسپرنسی رو انتخاب کنم که سیلندر من به صورت کم رنگ و شفاف نمایش داده میشه. مجددا گزینه پلی رو انتخاب کنم و انیمیشن ایجاد میشه. میتونیم از این قسمت انیمیشن ساخته شده رو سیو کنیم.